سن. بله خب این 200 نفر مثلا یه سریشون الان تو میراث فرهنگی هستن، جای دیگه هستن، همین جمعی که میبینید همه همینان. در حال برای چون باعث برای خدمات کردن چون خیلی کسا زنگ میزنن که آقا ما میخوایم داوطلب بشیم کجا بریم؟ میگم آقا واقعا به خاطر اینا میرن غیر ایرانی ها، چون اورگانایزیشن وجود داره. خب شما بعد به نظر من دوستانی مثل شما بعد تشویق بکنن که مردم بپیوندن به این. در حال به شکی نیست میگم. البته این رو هم ناگفته نماند که اگر ما بر اساس اون حقیقت قولهایی که از این سازمان میگیریم و بر اساس اون اساسنامه‌ای که میریم به اون اعتقاد پیدا میکنیم و به یک سازمانی همراه میشیم، بسیار بسیار مهمه که اون سازمان هم احترام خودش رو به اون در حقیقت موازینی که بر اساس اون افراد رو جذب کرده بذاره. دقیقا هدف اصلی من هم امروز اینه که تشویق بکنم که ما در محدوده‌ای که به مردم قول دادیم و حرف زدیم افراد رو جذب بکنیم و مسلماً مردم هم هر روز بیشتر جذب خواهند شد و بیشتر شرکت خواهند کرد. ضرب المثل فارسی هست میگن چیز امامزاده با احترام امامزاده به متولیشه، یعنی واقعا کسایی که ارگان رأس کارن به خود سازمان به اون اساسنامه‌اش احترام نذارن نباید توقع داشته باشن بقیه بیان. خدمت شما کنم آقای میردامادی، آقای موردی نامه نوشتن در رابطه با بستن سفارتخونه در ویزاها در تهران و از همه خواستن که از هر طریقی که هستش بتونن این نظراتشون و مخالفتشون رو به دولت و از طریق نماینده‌ها برسونن. در حقیقت میشه که بله پنجشنبه 16 ماه می آقای جیسون کلی در هتل شرایتون ریچمونت هیل که پاتوق خیلی از ایرانیام هست و محل ایرانیام هست یک فاندریزینگی داشتن برای حزب محافظه‌کار. خب ما دیدیم آی سی سی با اینکه خبردار بود نیومدن، چون و همچنین از دفتر آقای موردی هم خوش نیومدن، خودشون هم تشریف نداشتن. ولی آقای جیسون کنی هم اونجایی که بسیار سیاستمدار کارکشته ای و من اینجا واقعا جا داره که ازشون تشکر بکنم که واقعا احترام گذاشتن، چون تظاهراتی هم که بیرون بود صلح‌آمیز بود و هیچ شعاری نبود، اومد بیرون با همه تک تک صحبت کرد، 22 دقیقه وایساد و خب در حال سیاستمدار حرفه‌ای هستن. ولی اونا نیومدن، یعنی خب واقعا آقا به قول معروف میگن وزیر اینجاست دست اول میتونه بشنوه به اضافه که میبینه، حالا تا اینکه بعدا یه جلسه بذاره برن. البته ایشون هم گفتش تا حال میتینگ میذارم، ولی یا مثلا آی سی سی رو دعوت کنه یک جلسه خصوصی. خب فکر میکنید چرا؟ ببینید من یه نکته شاید بعد تاکید بکنم که من نه نمایندگی برد قبلی این سازمان رو دارم نه نمایندگی برد جدید این سازمان. من نمیدونم باید در این زمینه چه گفت، ولی فکر میکنم که تا جایی که اطلاع دارم برد جدید با اینکه یک روز بعد از اینکه انتخابات درست روز انتخابات این خبر بسته شدن دقیقاً دفتر ویزای سفارت در تهران اعلام شد، درست همون روز انتخابات دقیقاً این خبر اومد بیرون، فردای اون روز من میدونم که برد جدید در صدد این بود که حتما یک اعتراضی رو آماده بکنه و بفرسته برای دوستان. من فکر میکنم که شاید امروز این در حقیقت گنجایش این سازمان شاید در همین حد باشه. ما اگه بخواید اگه توقع داشته باشیم که همه دوستان از کار و زندگی خودشون بزنن و در تمام این مجامع شرکت بکنن شاید عملی نباشه. در حال کسایی باید واقعا تو این کارا برن که واقعا عاشق باشن و از سختی ها هم نهراسن واقعا، چون وگرنه با کارهای داوطلبانه و اینا این کارا کارهایی که واقعا بایستی